سلام و درود به حاشیه نیوزی های گرامی. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدی. توی این برنامه میخواییم بپردازیم به مهمترین رویدادی که در خلیج فارس اتفاق افتاد و اون هم مصادره، توقیف یا هرچی که اسمشو میذاری توسط نیروهای دریایی سپاه بود و یکی از جنبه های جالب این اتفاق رویارویی بیبدیل نیروهای ایرانی و آمریکایی بود که قایق‌های ما ناوشکن‌های آمریکایی رو دوره می‌کردن و اونا هم هیچ کاری نمی‌کردن. یه چیزی که توی این رویارویی جالب‌تر بود اندازه ها و سایز ها بود، شناور شهید ناظری در برابر ناوشکن آمریکایی. اما این قضیه قسمت های جالب دیگه هم داشت، مثلا اینکه اگه قرار بود که یه نفتکش توقیف بشه بر اساس حکم دادگاه اون رو توقیف میکردن و به اسکله حمل و منتقلش میکردن و بعد از انجام مزایده اون رو به فروش میرسوندن، مثل محموله نفت ونزوئلا متعلق به ایران و یا توقیف شناورهای حمل سوخت قاچاق عراق که گرفتن و فروختنش. احتمال میره که ایران یه بخشی از نفت رو روی تانکر توی دریای عمان با مدارک ساختگی نفت عراق میفروشه. یه پیش پرداخت جزئی و بعد از انتقال توی دریای عمان و تایید کیفیت پول رو از طریق صرافی منتقل میکنه. احتمالاً بعد انتقال نفت تانکر مورد نظر پول رو نداده و در رفته و سپاه مداخله کرده و یا قبلا بارو برده بوده و پول ایران رو نداده بوده. وقتی هم که ایرانی‌ها خواستن کشتی رو توقیف بکنن، پای آمریکایی‌ها رو کشیدن وسط. اونا وقتی رسیدن که دیدن نیروهای ما دارن روی کشتی نفتکش براشون بای بای می‌کنن و شاهد این مدعا هم این مسئله هستش که چطور وقتی نفت از نفتکش ایرانی به نفتکش بعدی منتقل شده، کسی از طرف این صداش در نیومده و از طرفی نفتکش‌هایی به اون عظمت انتقال نفتشون توی یکی دو ساعت انجام نمیشه. با ما تا پایان همراه باشید تا حواشی رو بررسی بکنیم و همچنین ببینیم کدوم شناورای آمریکایی با شناورای ما روبرو شدن و چه ویژگی داشتن. اگه تا حالا با ما همراه نشدید سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. به احتمال خیلی زیاد کشتی که نفت ایران رو به همراه داشته که آمریکایی‌ها نفت اون رو به کشتی دیگه ریختن و داشتن می‌رفتن تحت پرچم ایران نبوده. اینطور اقدام علیه هر کشتی تحت پرچم هر کشوری نه تنها دزدی دریایی بلکه یه اقدام خصمانه تلقی میشه که بر اساس منشور سازمان ملل حق اقدام خصمانه متقابل به کشور صاحب پرچم کشتی رو میدن. دلیل دیگه واسه اینکه کشتی حامل نفت ایران با پرچم ایران نبوده این هستش که آمریکا به جای این عملیات توی دریای عمان و نزدیک سواحل ایران میتونست توی حیات خلوت خودش علیه نفتکش‌های تحت پرچم ایران در نزدیک ونزوئلا عملیات انجام بده. اما در جریان رویارویی اخیر شاهد حضور دو تا شناور بزرگ از نیروی دریایی سپاه بودیم. شناور شهید ناظری رو شاید بتونیم اولین تجربه و تلاش نیروی دریایی سپاه در حوزه ساخت وسیله شناور بزرگتر از قایق‌های تندرو به حساب آورد. ابعاد این شناور 55 متر طول، 14.1 متر عرض و ارتفاع 13 متر اعلام شده و بر اساس اعلام رسمی برد دریانوردی شناور مذکور 10000 کیلومتره. با این نگاه به شناور شهید ناظری شاهد طراحی متفاوت در بدنه هستیم که در علم طراحی دریایی به این شکل سازه Small Water Plan Area Twin Hull یا در اختصاص SWAT گفته میشه. این نوع طراحی باعث افزایش شدید پایداری شناور حتی در سرعت‌های بالا میشه. در این نوع طراحی بخش عمده‌ای از وزن کشتی به دو بخش موجود در زیر آب منتقل شده و بخش باقی مونده در بالای سطح آب خیلی با ثبات باقی میمونه. شناور شهید سیاوشی کشتی دیگه حاضر از طرف سپاه در این عملیات بود. قبل از این شناور نیروی دریایی سپاه به دلیل انجام آزمایش موفق برای میزبانی به شلیک سامانه پدافند سوم خرداد مورد توجه قرار گرفته بود، ولی در این عملیات در نقش کنترل و فرماندهی به میدون اومده بود. ترکیب دو شناور شهید سیاوشی و شهید ناظری باعث شد تا نیروهای سپاه از نظر بحث‌های مثل رصد و شنود ارتباطات طرف مقابل و در عین حال ارتباط بهتر با سامانه فرماندهی خودی در ساحل شرایط بهتری رو تجربه بکنه. در ادامه به بحث شناورهای آمریکایی حاضر در میدون میرسیم. دو تا ناوشکن مشهور و جدید کلاس آرلی بگ نیروی دریایی آمریکا در این حادثه حضور داشتند که یکی از اونها USS The Sullivans با شماره DDG-68 و اون یکی هم USS Michael Murphy با شماره DDG-112 بودند. نکته جالب که ریشه نامگذاری هر دو ناو هم به ثبت دو حادثه تلخ در ذهن نیروی دریایی آمریکا برمیگرده. شناور اولی با اسم سالیوان اشاره به اسم 5 برادر خانواده‌ای به نام فامیلی سالیوان هستش که تمامی اونها در جریان جنگ جهانی دوم در جبهه شرق در یک رزمناو سبک آمریکایی فعالیت می‌کردند. در جریان نبرد گواداکانال در نوامبر 1942 میلادی این شناور توسط زیردریایی ژاپنی هدف قرار گرفته و غرق شد.
تمام برادران مذکور در این حادثه کشته شدند. ناو دیگه به اسم ناو سوتوان مایکل مورفی از نیروهای ویژه سیلز هستش که در جریان عملیات بالهای سرخ در سال 2005 میلادی در افغانستان در نبرد با نیروهای طالبان کشته شد. این نبرد در نهایت منجر به کشته شدن 19 آمریکایی و ساقط شدن بالگرد اونها و از جمله سنگین ترین شکست ها برای آمریکا در جریان جنگ افغانستان به شمار میره. ناو یو اس اس د سالیوانز جزء مدلای اولیه یا در اصطلاح خود آمریکایی‌ها فلایت 1 از ناوشکن‌های کلاس آرلی برگ به حساب میاد. وزن این ناو در حدود 8900 تن وزن در حالت بارگیری کامله و طول اون هم 154 متره. این ناو میتونه با سرعت نهایی 56 کیلومتر بر ساعت حرکت بکنه و دارای چیزی نزدیک به 300 نفر خدم است. رادار اصلی این ناوشکن از مدل اسپای 1 هستش و از سامانه معروف کنترل تسلیحاتی و مدرن رزمی آیجیس هم بهره میبره. این شناور از ترکیبی از 8 تیر موشک هارپون و 90 سلول پرتاب عمودی مارک 41 برای شلیک انواع موشک‌های مثل سری تاماهاک و استاندارد 2 هستند. یک قبض توپ 127 میلیمتری، یک قبض سامانه فالانکس، پرتابگر اژدرهای 324 میلیمتری، توپ 25 میلیمتری و تعداد مسلسل کالیبر 12.7 میلیمتری از جمله تجهیزات این شناور به حساب میان. این ناوشکن توان پذیرش حداقل یک فروند بالگرد سری سی هاک رو هم داره، اما مشخصه که تسلیحات صرف نمیتونه عامل پیروزی یک نیروی مسلح باشه. اما ناوشکن دیگه حاضر در این حادثه یو اس اس مایکل مورفی هستش که از سری فلایت 2A هستش. این ناو وزنی در حدود 9300 تن داره و طول اون هم در حدود 160 متر. توی این ناوشکن به جای 90 سلول 96 سلول پرتاب عمودی موشک سری مارک 41 وجود داره. توان حمل و آشیانه برای دو فروند بالگرد سی هاک وجود داره و در عین حال فاقد موشک های سری هارپونه. از جمله سلاح‌های قابل حمل در این ناوشکن همچنان میشه به موشک های کروز سری تاماهاک و استاندارد 2 اشاره کرد. به صورت کلی این ناوشکن با نمونه دیگه حاضر در میدان در بخش تسلیحات به غیر از موارد مورد اشاره دارای تفاوت آنچنان سنگین و قابل اشاره خاصی نیست. دو مسئله جالب در خصوص حضور آمریکایی‌ها در این رویارویی وجود داره. اول اینکه آمریکایی‌ها بعد از بعضی از تکذیب کردن و اعلام بی‌نظر در خصوص صحبت‌های طرف ایرانی در نهایت به این حادثه اعتراف کرده و البته گفته که در منطقه صرفاً برای رصد وضعیت حضور داشته. البته یک رصد وضعیت کار رو به اعزام دو ناوشکن سنگین و حرکت اونقدر نزدیک به اونها به نفکش مورد نظر و پرواز نزدیک بالگردها رسوند و قطعاً اگه نبود حضور نیروی دریایی سپاه بود به احتمال خیلی زیاد در حال حاضر این نفکش متخلف در اختیار این کشور. مسئله بعدی این که در ادامه رویارویی آمریکایی‌ها به حضور دو ناوشکن هم اکتفا نکردن و یکی از شناورهای کلاس سنتینل که در اصل متعلق به گارد ساحلی آمریکا بوده و برای ماموریت به فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا مأمور شدن رو هم به میدان فرستادن. البته مشخصا وقتی از دست دو ناوشکن سنگین آمریکایی کاری برنیاد از یه شناور 350 تنی و 46 متری هم کار خاصی برنمیاد و در نهایت شناورهای رزمی آمریکا بدون هیچ واکنش خاصی صحنه رو ترک کردن. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه بعدی از این کانال خداوند یارو نگهدارتون.